اسمش پرویز صدیقی پارسی بود، اما به نام پرویز یاحقی مشهور شد، کسی که با ویولونش چنگ به دلها میزد. سولیست درباره او هست، ببینیدش؟ سلام، حسن سولچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته ی آپارات. پرویز یاحقی یکی از مطرح ترین و چیره دست ترین نوازندگان موسیقی در ایران بود. او موسیقیدانی بود که از کودکی ویولون به دست گرفت و خیلی زود چهره شد. اما در دورانی از زندگیش هم به فعالیت های ژورنالیستی رادیویی روی آورد و تکنسازی رادیو بود. از پرویز یاحقی تکنوازی ها و ترانه های خاطر انگیز بسیاری از جمله با صدای خوانندگانی مثل خانم همیرا، خانم مهستی، خانم مرضیه، آقای بنان و خیلی از خوانندگان تراز اول دیگه به یادگار مونده. فیلم سولیست که این هفته در برنامه آپارات میبینیم درباره پرویز یاحقی هست و با استفاده از صداهایی که از او در دسترس بوده ساخته شده. این فیلم رو علی امامی ساخته. آقای امامی متولد سال 1366 در تهرانه و تحصیل کرده ی ادبیات نمایشی. او فعالیت درسی هنری رو با حضور در عرصه‌های اجرایی و اداری آغاز کرده و بعد به تهیه کنندگی و کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی روی آورده و تعدادی هم فیلم کوتاه ساخته و تدوین کرده. فیلم سولیست رو این هفته می‌بینیم از این فیلم ساز، اما برای صحبت در مورد این فیلم از دو میهمان دعوت کردیم که همراهمون باشن تا بیشتر به این فیلم و همینطور پرویز یاحقی بپردازیم. اینجا در سینما آپارات فرج بالافکن، کارشناس موسیقی و همکارمون همراه ما هست و از پاریس هم فرید اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینمایی به ما پیوسته. ممنون از حضور هر دوی شما. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم سولیست رو اول ببینیم، بعد دربارش با میهمانان برنامه حرف میزنیم. سولیست رو دیدیم، ساختگی سید علی امامی، محصول سال 1399.
مصندی بازسازی شده بر اساس صداهای بجامونده از پرویز یاحقی، هنرمند پرآوازه ایران. وقتشه که بریم سراغ بخش تحلیلی برنامه، ببینیم که صاحب نظران چه به دانسته های ما اضافه میکنن. سولیست فیلمی متفاوت در سری مستندهای ایرانی هست. فیلم بازآفرینی چهره از یه هنرمند تنها بر اساس نوارهای صوتی در آرشیو. تجربه کار رادیویی پرویز یاحقی به عنوان تهیه کننده رادیو باعث به جای موندن صداهای منحصر به فرد از این هنرمند شده و فیلمساز با محدود کردن خودش به روایت کردن این شخصیت بر اساس همین صداها کوشیده شیوه‌ای متفاوت در روایتگری رو به پیش بگیره. اینجا در سینمای آپارات فرج بالفکن، کارشناس موسیقی و همکارمون همراه ما هست و از راه دور هم فریده اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینمایی ساکن پاریس. خوش اومد میگم به هر دوی شما و ممنون از حضورتون. گفتگو رو با شما شروع کنیم آقای اسماعیل پور. فیلم از نظر شما چطور مستندیه؟ فیلم سولیست به نظر من یک پورتره است، یک مستند پورتره است درباره یک شخصیت تاریخی موسیقی ایرانی که بر پایه اسناد و به ویژه اصفات آرشیوی ساخته شده، شکل گرفته و لحظات اتفاقا خیلی جذابی و برای مخاطب با تمهیداتی که در نظر گرفته و دربارش میتونیم صحبت کنیم ایجاد کرده. و آقای اسماعیل پور در همین فیلم شکل روایتگری و زاویه دید رو توی این فیلم شما چطور میبینید؟ روایت در فیلم سولیست شکلی ترکیبی داره، به این معنا که ما مواجهیم با زاویه نگاه سوم شخص که همون نگاه و حضور صوتی آقای یاحقی هستش و همچنین زاویه و نگاهی که گفتار مرد در لحظاتی که بازسازی انجام شده و به کمک اومده به شکلی از دانای کل در اختیار مخاطب گذاشته شده. این دو نگاه و این دو ترکیب قاعدتا بنا به اون دسترسی و اون امکانات آرشیوی و صوتی که فیلمساز داشته انتخاب شده. در لحظاتی که فیلمساز صدای آقای یاحقی رو داشته، سعی کرده با بازسازی فضایی رو ایجاد کنه، گویی که ما در حضور او هستیم و هر جا که او هست ما هم حضور داریم. و در لحظات دیگری که گفتار مت پاپیش گذاشته یا از صدای هنرمندهای دیگه استفاده شده یا اون سن معروف مصاحبه آقای نوذری با خانم همیرا و آقای حقی، سعی کرده با ایجاد یک ترکیب، یک تنوع روایی کار رو پیش ببره. من فکر میکنم انتخاب این شکل از روایت در این اثر مشخص انتخاب خیلی هوشمندانه ای بوده. اهمیت بازسازی در سینمای مستند و نقش این بازسازی رو توی فیلمی که دیدیم شما در چی میدونید؟ مسئله بازسازی در سینمای مستند، چه در سینمای مستند جهان چه در سینمای مستند ایران، خیلی مسئله مهم و گسترده‌ایه و گاهی این بازسازی کمک کرده به فیلم‌های مستند که مرزهای سینمای داستانی و مستند رو گسترش بدن و نزدیک کنن این دو سینما رو به هم. اتفاقی در این فیلم هم گاهی میفته تو بازسازی هایی که به طور مشخص درباره مصاحبه شده، اون رابطه‌ای که وجود داره بین آقای نوذری، خانم همیرا و آقای یاحقی یا حتی اون صحنه مصاحبه با قاتل. اما اون چیزی که بازسازی رو در این اثر مهم کرده اون وجوه تاریخیش در کنار وجوه بصریش، به این معنا که بازسازی شخصیت ها یا ادواری از تاریخ معاصر ایران که بنا به هر دلیل، چه دلایل سیاسی و چه دلایل فنی، تصویر مشخصی از اونها باقی نمونده و خوشبختانه ما تنها دسترسی داریم به صداهایی که از اونها ضبط شده، مشخصا از این موزیسین بزرگ و زندگی و آثارش، و
برای این بازسازی یه شکلی از یک اکت سیاسی هم هست، در واقع احیای یک دوران، احیای شخصیت هایی که به شمار نیومدن و با یک قصد مشخص سیاسی یا اجتماعی حذف شدن از صحنه واقعی اون اجتماع و روزگار. از این لحاظ به نظر من این کار خیلی کار مهمیه و تأثیر مثبت داره. نقش مثبت دیگرش اینه که امکان روایت داده به اثر، به خاطر اینکه فیلمساز قاعدتاً مواجه بوده با یه بخش زیادی از آرشیو صوتی، ولی برای اینکه اینو بتونه تبدیل کنه به یک فیلم و یک اثر تصویری نیاز به این بازسازی بصری داشته و به نظر من در بازسازی به طور کلی و با در نظر گرفتن همه محدودیت هایی که میتونید تصور کنید برای فیلمسازی در ایران کار نسبتا موفقیه. اما اون چیزی که شاید نکته‌ایه که باید بهش اشاره کرد اینه که این بازسازی شکل نعل به نعل بودنش و در مواردی احتمالاً ناچار هم بوده فیلمساز از این انتخاب نعل به نعل، باعث شده که این بازسازی تصویری اون استقلال رو به تصویر نده و تصویر در لحظاتی صرفاً تبدیل بشه به حامل صدا و گاهی از شأن یک مستند قوی و متمرکز نزول بده، اثر رو به یک بازسازی آرشیوی و یک بازسازی آرشیو صوتی. ولی در کل این بازسازی انتخاب به نظر من درستی بوده و کمک کرده که این اثر بتونه دیده بشه، این اصفاد بتونن به یک فیلم تبدیل بشن و مخاطب اونا رو ببینه. فیلم در بخشش میپردازه به فعالیت پرویز یاحقی در رادیو به عنوان یه تهیه کننده برنامه رادیویی و یه بخش طولانی هم هست نسبتاً که روایت نسبتاً جذابی هم داره درباره یه قاتل، ولی اهمیت دادن به این قتل و اون قاتل و روایتش آیا کاربردی به قاعده و به جا داره توی این فیلم از نظر شما یا اینکه باعث متول شدن فیلم شده؟ ببینید اینجا درباره اون بخشی صحبت میکنیم که اتفاقاً بخش هم جذاب و هم بحث برانگیز فیلمه، یعنی اشاره به دوران و اون بُعد تهیه کنندگی و شاید ژورنالیستی آقای یاحقی. من فکر می‌کنم اشاره و اصلا این ایده که به طرف این موضوع رفتن برای اینکه نشون بدیم که پرویز یاحقی شخصیتی چند بُعدی داشته و فعالیت های دیگری هم داشته در زمین های دیگه خیلی مهمه و خب یکی از کارایی های یک فیلم مستند دقیق میتونه این باشه که این اطلاعات رو خیلی دستبندی و مشخص در اختیار مخاطب قرار بده و حفظ کنه. اما اون چی که شاید کمی غریب به نظر میرسه در این پرداخت به این بُعد آقای یاحقی، سکانس طولانی این مصاحبه با قاتل ورامینیه، به این معنا که کم کم ما از فضای اصلی فیلم، از داستان اصلی فیلم و حتی از شخصیت دور میشیم و توی یک دنیای دیگه پرتاب میشیم و شاید مخاطب دچار سختی و دشواری میشه برای بازگشت به فضای اصلی فیلم که بالاخره پورتری هست در باره یکی از بزرگترین موسیقیدان‌ها و نوازنده‌های موسیقی ایرانی. بنابراین من فکر می‌کنم شکل پرداخت شاید میتونست، با همه احترامی که برای انتخاب کارگردان داره، هم شاید میتونست کمی موجزتر باشه تا به انسجام اثر کمک بیشتری کنه. ولی این که این ایده وجود داشته برای اینکه ابعاد دیگری از شخصیت و دوران حرفه‌ای آقای یاحقی به نمایش گذاشته بشه، به نظرم ایده خیلی خوبیه و در اجرا شاید میتونست انتخابای دیگری هم وجود داشته باشه که کمی احتمالاً بهتر میتونستن باشن. خب بسیار ممنون و متشکرم از شما آقای اسماعیل پور. فرصت بیشتری برای پرداختن به جنبه‌های سینمایی اثر نداریم، اما آقای بالفکن شما برامون بگید که فیلم برای شما آیا حاوی نکته تازه‌ای بود؟ کاملا. وقتی که ما دفعه آخری که از پرویز یاحقی چیزی دیده بودیم، همون فیلم کنسرت که اجرا نشد اثر آقای فرمانارا بود که خب به تبع
اینا همه بر اساس اون ویدیوهای از صوتایی که خود آقای یاحقی تو خونش تو آپارتمانش ضبط کرده و به یادگار گذاشته در واقع برای ما. و حالا در این فیلم هم باز ما همون روایت رو میبینیم و برای من خیلی عجیب بود که اطلاعات بیشتری به ما میده و بسیار از اینجا سودمنده. حتی من که خودم همیشه دوست داشتم یک سری روابط فامیلی آقای یاحقی رو با داییش و خالش بیشتر بدونم، اینجا از زبان خود آقای یاحقی اطلاعاتی شنیدم که بسیار برام عجیب بود و جذاب. در فیلم کنسرت که اجرا نشد، آقای فرمانرو رو که این فیلم رو ساخته بود و خیلی هم فیلم خوبی ساخته بود و ما هم برای اولین بار در برنامه آپارات نمایشش دادیم سالها پیش، تکیه آقای فرمانرو رو بیشتر بر روی صداهایی بود که خود آقای یاحقی در اختیارش گذاشته بود، به عنوان کسی که در واقع علاقمند بود آقای فرمانرو این کار رو انجام بده دربارشون. اما این فیلمساز آقای امامی تو این فیلم دسترسی داشته به آرشیو صداهایی که در صدا و سیما بوده، در رادیو تلویزیون ملی بوده و جاهای دیگه، و از این طریق این صداها از اونجا در حقیقت استفاده شده برای ساخت این اثر و طبیعتاً زمان طولانی تری یا قدیمی تری قبل تری رو پوشش میداده در مورد آقای یاحقی و خیلی هم از این منظر جالب بود. اما خود شما به عنوان ژورنالیست و اینطور به عنوان یک نوازنده موسیقی هم با آقای یاحقی ارتباط داشتی و دیدیشون، دیدار داشتیم باش، چی دریافت میکردی؟ چه چیزی بود برداشت تو از پرویز یاحقی و زندگیش در اون زمانی که میدیدش؟ این دیدار ما در واقع برمیکرده به دهه 70، اوایل دهه 70 که من در روزنامه همشهری دبیر ادب و هنر بودم و یک روزی زنگ زدم به آقای یاحقی، تلفن کردم که میخوایم با شما یه صحبتی داشته باشیم، چون خونهشون واقعا دو تا کوچه بالاتر از توی خیابون جردن که ما کوچه تندیس بودیم، آقای یاحقی دو کوچه بالاتر بود. وقتی ایشون با من صحبت کرد، اول انقدر خونگرم و پذیرا بود که به من گفت منم ژورنالیستم، خودم ژورنالیست بودم و کار ژورنالیستی کردم، بس بنابراین حالا که شما دستی به ساز داری و پیش آقای عبادی کار میکنی، بس بهتره که ما همدیگر رو ببینیم. خب من به دیدار ایشون رفتم. اولا وقتی وارد اتاقش شد، آپارتمان شدم، انقدر تنهایی این آدم نظرم رو جلب کرد. فکر کنید کسی که تو اوج نوازندگی باشید تو رادیو، چهره های برجسته مثل محسی و همیرا رو معرفی کنید به آسمان پرستاره موسیقی ایران، خب حالا فکر کنید توی آپارتمانی تنها نشستید و زندگیتون رو میکنید. همه امکانات ضبط هم فراهم بود، یعنی ایشون خودش برای خودش استودیویی درست کرده بود دقیقا در آپارتمانش و همون فعالیت هایش رو داشت ادامه میداد. و چقدر فکر میکنید که این فیلم نزدیک بود به اون فضای زندگی پرویز یاحقی و خودش؟ خب تلاش کردن این گروه که فیلمشون رو نزدیک کنن، ولی من فکر میکنم واقعا اون اتفاقی که افتاد برای غالب ستاره های موسیقی ایران، مخصوصا سولیستامون که حالا اسم فیلم سولیسته، ما بهش میگیم تکنواز. ببینید وقتی انقلاب شد، این تکنوازان همشون راهی خونه هاشون شدن، اینا هیچ جایی نداشتن. حتی اونایی که در کار بودن، یعنی فعال بودن تو گروه های مختلف موسیقی اوایل انقلاب، اینها رو دیگه بهشون اعتنایی نداشتن، چون اینا از نظر اونا شاید در اون فضای انقلابی اون دوره اینا به اونا حتی اطلاق میکنن شیرین نوازی، و این شیرین نوازی ها دیگه جایی توی اون فضای که ایجاد شده بود، فقط شما باید یه چیزی مبتنی بر ردیف‌های موسیقیه، یعنی بیشتر به سمت کلاسیک شدن موسیقی پیش می‌رفتن. از این جهت این فیلم نمیگه به ما شاید اینقدر که چه اتفاقی برای امثال آقای یاحقی افتاد. حالا یاحقی خودش یک نماده در حقیقت تو این فیلم، ولی این اتفاق افتاد و این به این به قول تو عالم قضای حقوقی اصطلاحی داره میگن حقوق تضییع شده و جبران ناپذیر، یعنی واقعا این اتفاق برای موسیقی ایران افتاد و قربانیان مهمش هم یکیش همین آقای پرویز یاحقی بود با اون همه افتخاراتی که برای موسیقی ایران آفریده. و البته که فیلم هم خب چون تمرکزش بر پرویز یاحقی و داستان او بود، لاجرم نمیتونست از فضای آقای یاحقی خارج بشه. اما
پرویز یحیی چه ویژگی داشت؟ چه چیزی باعث شد که انقدر در واقع نقش مهمی پیدا کنه، شناخته بشه، مطرح باشه توی موسیقی؟ پرویز یحیی توی خانواده‌ای به زندگی، یعنی رشد کرده که همینجوری که از اسمش برمیاد، اسم فامیلش داییشه در حقیقت، حسین یحیی. و حسین یحیی خودش، من نمیدونستم، حالا تو همین سولیست به ما میگه خود آقای یحیی که از خاله آقای یحیی یا دایی، خواهر خود آقای حسین یحیی، یاد میگرفته، خواهرشون خانم فرخلقا که او خودش شاگرد حسین اسماعیل زاده است که یکی از اساتید مبرز دوره خودشه برای کمانچه. اینا همه کمانچه، در حقیقت کمانچه کش بودن. ما به اون معنا که مثلا ویولون رو بخوایم موسیقی ایران رو عرض میکنم، آن موسیقی غربی که تازه داشت وارد میشد میشد، ولی این موسیقی آرشه ایرانی بکشید روی ویولون، این کار نشده بود. یعنی اگه شده بود در حقیقت جلوتر از آقای یحیی، خب اساتیدش مثل ابوالحسن صبا که خود شاگرد عباس همون حسین خان اسماعیل زاده بود و یا داییش هم اینجوری با هم کلاس بودن، آقای ابوالحسن صبا به اینا میاد همشون نوت یاد میده، شروع میکنه اینا رو تربیت کردن. خود آقای پرویز یحیی هم شاگرد در واقع آقای صباست و البته خانوادهشون. فکر کنید شما توی همچین محیطی بزرگ بشید، قاعدتا اون کاری که آقای یحیی کرد و به قول معروف این شد که شد پرویز یحیی، یا اسمش یک برنده مثل همه میشناسنش، این بود که این آرشه کمانچه رو تبدیل کرد به آرشه ویولون. اما کدوم آرشه؟ اون آرشه که به موسیقی مردمی نزدیک تره. به قول قدیما میگفتن سخن چون از دل برآمد لاجرم بر دل نشیند. این نوع کاری که ایشون کرد، الان بسیاری از این نوازنده های ویولون مثل آقای مرتضوی خیره و غیره، خیلی هاشون، اینا همشون متاثر از پرویز یحیی. یعنی پرویز یحیی فقط خودشون آرشه رو نمیکشید، بعدها اون تنینش در آرشه خیلی از ویولینیستا به صدا در اومد. و ما بسیار متاسفم که عرض کنم واقعا وقتی این انقلاب شد، این پرویز یحیی و امثال هم مثل فرهنگ شریف و خیلی های دیگه، همه اینا راهی خونه هاشون شدن و ما دیگه چیز زیادی ازشون نشنیدیم. و جایگاه پرویز یحیی رو توی موسیقی ایران توی کجا میدونی شما؟ ببینید، یحیی خانم حسی رو معرفی کرده، این یکی. برای خانم همیرا که همسرش بوده و اون دوره که هنوز عشق و عاشقی قدغن نبود، پرویز یحیی در حقیقت آهنگساز بسیار خوبیه. البته آهنگسازی، یعنی تصنیف سازی بگیم شاید بهتر بشه، چون آهنگسازی ما رو میبره توی وادی برجسته دیگری، چون ما تو موسیقی سنتی خودمون وقتی تصنیف میسازن این ارنجمنت نداره، یعنی آرنجمنت ها رو به قول فرانسوی تنظیم نمیشه. ولی این کاری که میگه، فکر کن شما 17-18 سالتون بشه اولین ترانتون بنان بخونه، اولین ترانه زندگی که در دستگاه شور ساخته شده. من 12 سالگی میسیم که ساخته بوده. گویا تو 12 سالگی یکی میسازه که یه جای دیگه خونده میشه، ولی حدودا بله، یعنی در 12 سالگی، ولی تو 18 سالگی اجرا میشه. یعنی اون موقع که ایشون دیگه 1335 36 به همزبان به گلها، شروع گلها اصلا وارد میشه. یعنی در واقع آقای یحیی یکی از ویژگی‌های خوبش این بود که با بزرگانی مثل استاد عبادی، جلیل شهناز و دیگران، مثل خیلی از اینها و حتی مهدی خالدی، اینا یه دوره ای هست که این دوره در حقیقت ایشون نه تنها فقط ویولون می نوازه، ایشون آهنگسازی کرده، تصنیف های بسیار برجسته ساخته که اینا هیچ وقت از خاطر حافظه تاریخی موسیقی ایران حذف نخواهد شد. بله، خیلی ممنون و متشکرم. ممنون از حضورتون آقای ابوالافکن، فرصت بیشتری برای ادامه این گفتگو نیست. همینطور ممنون از فریده اسماعیل پور از پاریس. علاقمند هستیم که نظرات شما رو هم درباره پرویز یحیی و آثارش بدونیم و همینطور همین فیلم از طریق راه‌های ارتباطی ما که اینجا داره زیر نویس میشه
برامون بنویسید و با ما در ارتباط باشید. تا یه دیدار دیگه، بدرود و به امید حالی بهتر برای یار و دیار. خیلی ممنونم.